پیام، همونطور که اشاره کردی کمپین خانواده های دادخواه در روز تولد ابوالفضل آدینه‌زاده که اگر زنده بود باید تولد 18 سالگیش رو جشن می‌گرفت از پرمخاطب های شبکه های اجتماعی. خسرو علی کردی وکیل دادگستری و وکیل خانواده آدینه‌زاده در واکنش به دستگیری این خانواده یک پست اینستاگرامی گذاشته، ولی پیش از اون اینو اشاره کنم که بنا به منابع نزدیک به آقای علی کردی ایشون بازداشت شدن توسط نیروهای امنیتی. پیامشون رو ببینیم. به نام خداوند رنگین کمان، امروز 27 خرداد 1402 ساعت 11 صبح با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فاروج پیگیر بازداشت آقای علی آدینه‌زاده، خانم گلدسته حسینی و خانم مرضیه آدینه‌زاده، پدر، مادر و خواهر جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده بودن. متاسفانه افسر نگهبان دادسرای عمومی و انقلاب فاروج در یک اقدام خلاف قانون و خلاف عرف طی تماس تلفنی که با دادستان جناب آقای محمدپور گرفتند، ایشون حسب دستور دادستان از ورود بنده به دادسرا ممانعت به عمل آمد تا پیگیری‌های بنده نسبت به خانواده جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده بدون نتیجه باقی بمونه. خطاب به آقای دادستان عرض می کنم که رفتار جناب عالی یک رفتار کاملا خلاف قانون و خلاف عرف و خلاف تمام رویه های جاری است. بنده از تمام ظرفیت های قانونی، رسانه‌ای و فضای مجازی در راستای این که شما رو ملزم بکنیم که تمکین بکنید به قانون استفاده خواهم کرد و از هیچ کوششی نسبت به موکلین فروگذار نخواهم بود و در راستای احقاق حقوق موکلین تمام تلاشم رو به کار خواهم بست. در واکنش بازداشت خانواده آدینه‌زاده، کارزاری توسط جمعی از خانواده‌های جانباختگان و بسیاری از ایرانیان در مناطق مختلف برگزار شده. خواهر عرفان خزایی، هستی خزایی از این خانواده‌ها بوده که این متن مشترک رو مثل دیگران به اشتراک گذاشته. در این متن اومده: ما چند تن از خانواده‌های دادخواه از شما مردم ایران درخواست می‌کنیم در هر شهر و کشوری که هستید امروز 27 خرداد برای ابوالفضل تولد کوچیکی بگیرید و ویدیو اون رو با هشتگ ابوالفضل آدینه‌زاده منتشر کنید. تمام ما رو هم بازداشت کنن و بکشن، باز جوانه میزنیم و مقابل اونها میایستیم. کامیار زحمتکش، برادر مهرگان زحمتکش، هم با این تصویر علاوه بر اینکه متن مشترک رو بازنش کرده به دستگیری خانواده ابوالفضل اشاره کرده و دلیلش رو هم برگزاری تولد ابوالفضل عنوان کرده. ویدیویی هم خانواده مجید هاشمی منتشر کردن که اکانت 1500 تصویر اون رو بازنش کرده. ببینیم. امروز 27/3/1402 و تولد ابوالفضل آدینه‌زاده، جانباخته قهرمان 1401، و ما دادخواه خانواده های آبان این تولد رو گرفتیم که بگیم ابوالفضل با اینکه خانوادش الان نیست و دستگیر شدن تنها نیست و یه ایران پشتشه. ما با اینکه سر کار بودیم ولی بازم تولد ابوالفضل رو باید بگیریم. پاینده ایران، تولد مبارک. خواهر آرمان امادی، برادر محمد حسن ترکمان، دختر مینو مجیدی، خواهر محمد مختاری، خواهر رضا شهبرنیا، برادر نوید افکاری، برادر علی روزبهانی، برادر فریدون محمودی، برادر سپهر اعظمی از کسانی بودند که در واکنش بازداشت خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده در توییت‌های مشترک با هشتگ این پسر یادش رو گرامی داشتند. خواهر جواد حیدری، فاطمه حیدری، هم ویدیویی منتشر کرده با این کپشن: امروز صبح چندین نفر از مردمی رو که برای تولد ابوالفضل آدینه‌زاده به مزار اون رفته بودن در همونجا بازداشت کردند. ویدیویی از مسیر منتهی به مزار ابوالفضل که حالا با توجه به از دسترس خارج شدن تعدادی از اکانت‌های اینستاگرامی خانواده آدینه‌زاده مشخصه که فشارهای حکومت بیش از پیش شده. ویدیویی هم خانواده عرفان خزایی به اشتراک گذاشتن با این کپشن: ابوالفضل آدینه‌زاده اگر به حکم تیر جمهوری اسلامی کشته نشده بود امروز 18 ساله می‌شد. همه خانواده‌اش رو به اسارت بردن. یک ایران تولد ابوالفضل رو جشن گرفت.